الان یک هفته ای میشه که این فیلم شرماور و جنجالی مدیر کل ارشاد گیلان رضا سقطی منتشر شده در جامعه ایران خب سراسدا کرده خب پیش از اونم که میدونید سعید توسی قاری قرآن و چندی پیش هم یک قاری لنگرودی دیگر اتهامات مشابهی داشتن اتهامشون تجاوز به پسران نوجوان بوده پسران بسیجی که میرفتم پیششون قرآن یاد میگیره اگر فکر میکنی اینا پیده های جدیدیه و دامن قشر مذهبی متبرک از اینهاست و دریا با پوزه سگ نجس نمیشه سخت بر اشتباهید بشی که برای یک دستمال قیصری رو آتیش میزنه و روسری رو نماد افت و پاک دامنی میدونه امروز به قول حافظ چون به خلوت میره آن کار دیگر میکنه سلام من صابر صادقی هستم و شما کانال یوتیوبی خرمگس رو نگاه میکنید در این کانال یوتیوبی من به موضوعات اجتماعی میپردازم به موضوعات انسان شناختی موضوعاتی در وصف فرهنگ عامه اگر به این موضوعات علاقه هستید لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روی آل قرار بدید برگردیم به موضوع در این اوضاع بد نیست که به یکی از کتاب های جنجالی و پر و صدا در همین مورد بپردازیم کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی که به همین قیاس به دلیل پر و صدا بودنش و دلیل به دلیل اینکه حقایق جامعه ایران رو به حال داشت بیان میکرد به سرعت هم از کتاب خونده ها جمع دکتر شمیسا نویسنده کتاب از اساتید برجسته دانشگاه علامه تبا طبع تبایی بود یک روایتی رو از دل تاریخ بیرون آورده که همه میدونستند ولی هیچکس جرأت بیان اون رو نداشت اما در بیان حقایق تاریخی قبه موضوع و اینکه به مذاق ادعی خوش نیاد جایی نداره این هم جریان تاریخی اجتماعی بوده که نزد قدمای ما قبه امروز رو نداشته و شاید اصلا قبهی نداشته حتی تا همین یک سال پیش شاعر بزرگی مثل ایرج میرزا از بیان شاهد بازی خودش احساس شرمندگی نمی کرد. در میون شاعران بزرگ ما دو شاعر دو شاعر بزرگ نظامی گنجوی و فردوسی توزی هر دو با عنوان حکیم در واقع استثناء هستند کسانی که انسان را به بالات این درجه رسوندن و دامان قهرمانان خودشون رو از ننگ شاهد بازی پاک کردن گرچه دقیقی سراینده هزار بیت اول شاهنامه به این وصف متشبه بود و فردوسی در وصف او گفته جوانیش را خوی بد یار بود متاسفانه باید گفت پریده شاهد بازی و مردبازی در ایران از قدیم تا امروز در شهرهای مذهبی و در بین قشر سنتی رواج داشته توجیه ما هم بجز جز شنیده ها و روایت بسیار صمیمانه دوستان در حوزه های علمیه تاریخ ادبیات ایرانه دلیلان هر چه باشه به نظر میرسه که ساختار اجتماعی بسته در تاریخ پس از اسلام و عدم امکان مراوده بین زنان و مردان نقشی داره در این رفتار اجتماعی چون چه کسی مثل نظامی گنجوی شاید به این دلیل که در یک محیط آزادی زیسته در قفقاز شمالی در بین مسیحیان بوده اشعار پاکیزه تری داره دیوان اشعار او در وصف عشق میان زنان و مردان بوده خسرو شیرین لیلی و مجنون فقط به این فکر کنید که باب پنجم گلستان سعدی در وصف عشق و جوانی مکررن در ماده شاهد و شاهد بازی ابیاتی داره بیشک معشوق غزلیات حافظ هم مانند شاعران دیگر شاعران قدیم مذکر بوده این سنت شعری در زمانه به حدی قوی بود که حافظ تونسته شاهان آل مزفر رو در غزل خودش معشوق خطاب کنه میگویند که معشوق شعر او گاهی ممدوه گاهی معبود گاهی معشوق معشوق زمینی حافظ گاهی صریحا از معشوق مذکر سخن گفته استاد زرینکوب در توصیف فضای عصر حافظ در اشاره به همجنس بازی میگه که همجنس بازی رسم رایجی بوده چنان که حتی گوشه خانقاه خلوت مدرسه هم ممکن بود صحنه اون باشه عجبا در تاریخ ایران نیز وصف محمود غزنبی و عیاز غلام مورد علاقه او داستان ها آمده باید بگم که این جریان رو نباید با جریان همجنسگرایی امروز که پدیده طبیعیه و گفته میشه که ده درصد جوامع رو شامل میشه یهی یه دونست کسانی که عموماً وصف شاهد میگرفتند غلامانی کم سن و سال بودند که بر حسب اتفاق باید به ارباب خودشون خدمت میرسوندند یکی از مزامین شعر فارسی در ارتباط با معشوق مذکر که علاوه بر قصیده در غزل هم دیده میشه اینه که معشوق که کودک نخست خط و به اصطلاح ریش نداره و سرانجام ریش در میاره و از این زمان به بعد دیگه به درد نمیخوره شاعران در این باره مزامین گوناگونی دارند در همه ادوار شعر فارسی بجز دوره شعر نو مضمون ریش معشوق یکی از مزامین رایج شعر فارسیه در دوره غزنوی که آغاز تسلط ترکان در تاریخ معمولا معشوق مذکر ترکان لشکری هستند از این رو بعدا صفاتی که اونها دارند چون عربد جویی، بیوفایی جفاکاری سست پیمانی خون ریزی ظلم جزو مختصات معشوق در شعر فارسیه حتی مشخصات جسمی آنها مثل چشم تنگ کمر باریک قد بلند زلف برتافته هم مختصات معشوق شعر فارسی میشه اینکه در شعر فارسی نگاه معشوق تیزه ابروی او کمانه زلفش کمنده به این سببه که این معاشیق ترک عمدتا نظامی بودند ایاز هم در اصل از امیران سپاهه خصوصا همین در ادبیات فارسی معمولا ترک مترادف معشوق و زیباست شاهدبازی در متون تاریخی هم ابعاد و انعکاسیه وسیعی داره مثل عشق سلطان محمود غزنوی به ایاز یا عشق امیر یوسف امیر یوسف برادر سلطان محمود به غلام ترکش تقرل که در تاریخ بیحقی منعکس شده در این عصر در این دوران سلجوقیان و خارستشانیان اسنادی در دسته که در ایران به صورت پنهانی امرد های دایر بودند کسانی در مقابل دریافت وشف مناظر خودشون رو در اختیار فائل و مفعول قرار میدادند. اوفی که مقارن حمله مغول از ایران به هند مهاجرت کرده و گریخته در جوامع حکایات می نویسه که و داستانهایی داره که نشان دهنده اینه که محتسبان و ماموران دولتی از خاطیان باج می گرفتند در این دوره ظاهرا امرتخانه ها در دوران صفویه جنبه رسمی پیدا کرد و دولت از این مکان ها مالیات می گرفت. باید گفت تنها حجم بسیار پایینی از ادبیات سبک قنایی و عراقی موجوده که مخاطب معشوق رو به زرس قاطع زن تصویر کرده. به سراحت میشه گفت که نیمی از اشعار این بزرگان در باب عشق مذکره، باید دونست که مسائلی چون رخص و زلف و حال و خط و قد و دامن و تیر نگاه و ساقیگری و امثال این که امروز به نظر میرسه در مورد زنان در قدیم مربوط به مردان هم میشده ادبیات سبک هندی هم اساسا عاشقانه نیست جنبه تعلیمی داره البته طبق سنت در آن هم محشوق غالبا مذکره در دوران بازگشت یعنی ادبیات دوران قاجار به طبع ادبیات دوران غزنوی و سلجوقی نیست واقعیت موجود جامعه خب محشوق مرده در دوران قاجار هم از عشق ناصر و دین شاه به قلام علی خان معروف به ملیجک سخن گفتند لذا میشه گفت که فقط در دوران معاصر که به صورت گسترده ما در ادبیات با معشوق مؤنث مواجهیم در این زمینه دو تا کتاب رو میتونم به شما معرفی بکنم یکی شاهد بازی در ادبیات فارسی که وصفش رفت دیگری کتابی است به نام ضعیفه که به وصف زنان و موقعیت اجتماعی زنان در تاریخ ایران می‌پردازد متشکرم که ویدیو من رو نگاه می کنید لایک می کنید و کامنت میذارید این پایین یا این پایین یک ویدیوی دیگه ای هم نربوط و در ارتباط با این موضوع درست کردم که پیشنهاد می کنم اون رو هم نگاه کنید